سلام من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه در روزهای اخیر میزان ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از آن در ایران به بالاترین میزان در ماههای اخیر رسیده است. نزدیک به 400 شهر ایران در وضعیت پرخطر یا بسیار پرخطر هستند و بیمارستان ها و کادر درمانی شرایط سختی را می گذارانند. اما به نظر میرسد این شرایط سخت سبب نشده است تا مدیریت مقابله با کرونا در ایران با نظم و انسجام بیشتری عمل کند. اختلاف میان وزارت بهداشت از یک سو و ستاد مقابل با کرونا و حسن روحانی از سوی دیگر شدیدتر شده امری به بیاعتمادی بیشتر مردم به سیاست های دولت دامن زده است صاحبان مشاغل میگویند نمیتوانند تعطیلی ها را تاب بیاورند به این دلیل که دولت بودجه برای حمایت از آنان در نظر نگرفته مردم هم میگویند نمیتوانند هزینه های زندگی خود را در این شرایط تأمین کنند در این برنامه دیدگاه از آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از فرانسه درباره شرایط کرونا در ایران و زمینه های بی بیاعتمادی مردم میپرسیم آقای توفیقی کار اختلاف بین وزارت بهداشت و رئیس جمهوری به جایی رسیده که وزیر بهداشت مشخصاً به حرفای روحانی پاسخ داده دلایل این اختلاف چیه اگه خیلی خلاصه بخوام بگم دلیل این اختلافات شکست سیاست های جمهوری اسلامی در مدیریت مبارزه با بیماری کووید 19 و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا به حساب میاد از قدیم گفتن شکست صاحب نداره اما پیروزی میتونه هزار صاحب داشته باشه طبیعتا روحانی آدمی نیست که مسئولیت بپذیره و بگه بله مثلا این اتفاقاتی که در کشور افتاده من این شکست مسئولیتش رو میپذیرم دنبال یک جای میگرده که کازوکوزه ها رو سر اون بشکنه و خب وزارت بهداشت هم به نوعی نمیخواد خودش رو قربانی این داستان بکنه و به همین دلیل مثل اسبهایی که به سربالایی میریسند همدیگر رو گاز میگیرند الان مسئولین جمهوری اسلامی هم شروع به انتقاد از همدیگه کردند این اختلاف نظر چه تأثیری بر سیاست مقابل با کرونا در ایران میگذاره آقای توفیقی؟ قطعا وضعیت رو بدتر خواهد کرد تا همین لحظه هم نداشتن یک ستاد واقعی تصمیم گیرنده متمرکز بر مبنای اصول کارشناسی و علمی باعث شده که این وضعیت فاجعه آمیز به وجود بیاد اگر این اختلافاتی هم که ما شاهد اون هستیم دامنش افزایش پیدا بکنه قطعا میتونه در کنترل و بدتر شدن وضعیت بیماری تاثیر منفی داشته باشه و خب متاسفانه باید گفت که باز هم قربانی آن مردم خواهند بود. مقام های بهداشتی ایران میگن باید در هفته های دیگه منتظر بدتر شدن اوضاع باشیم. از نگاه اپیدمی شناسی، از نگاه همهگیری دلیل این هشدار چی میتونه باشه آقای توفیقی؟ ببینید دلیل این هشدار این هستش که به خاطر اینکه ب... مسئله سفرها جلوگیری ازش نشد و همینطور پروتکل ها رعایتش کاهش پیدا کرده بود، آر یا همون فاکتور پایه مولد ویروس در واقع افزایش پیدا کرده از یک طرف هم به نظر میاد که این ویروسی که الان داره شکل قالب پیدا میکنه در کشور ویروس جهشیافته انگلیسی هستش که خودش به مراتب از سرعت و قدرت انتشار بالاتری برخوردار هستش همه اینها باعث میشه که افزایش تعداد مبتلایان حالت تصاعدی پیدا بکنه و خب این باعث شده که یک فشار و بار بسیار سنگینی که از قبل هم روی بیمارستان ها وجودات افزایش پیدا بکنه همین امروز ما در خبرها داشتیم که ظرفیت پذیرش بیماران کرونایی در تهران در بیمارستان های تهران و بسیاری از شهرستان های دیگه در واقع کاهش پیدا کرده یا تکمیل شده و دیگه نمیتونن بیمار کرونا جدیدی رو بپذیرن این همون وضعیت دردناکی هستش که از هفته هایی قبل مرتبا هشدار داده میشد که اگر اتفاق بیفته به دلیل کم تخت و امکانات متاسفانه باید دست به انتخاب میان بیماران زد که کدام یک از اونها رو زودتر به مثلا آی ها و یا بخش هایی که امکانات کرونایی دارن منتقل کرد صاحبان مشاغل و بسیاری از مردم هم میگن به دلیل مشکلات مالی نمیتونن تن به تعطیلی بدن وزیر بهداشت هم از اون طرف میگه بودجه لازم تأمین نشده که بخوان امکاناتی در اختیار مردم قرار بدن آیا میشه دلیل این شرایط رو این دونست که مسئله مقابله با کرونا برای دولت ایران در اولویت قرار نداره اساسا خب ببینید دقیقا این همون نکته منفی هستش که در طول ماهای گذشته باعث شد که هیچ وقت زنجیره انتقال ویروس در کشور قطع نشه برای قطع زنجیره انتقال ویروس یک قرنطینه کامل شامل توقف فعالیت های غیر ضروری در خانه ماندن مردم و نظارت جدی بر این در واقع اصطلاحا لکداون یا همین قرنطینه ای که ما خودمون در ایران بهش میگیم اتفاق بیفته خب برای این کار واقعا باید مردم رو از لحاظ مالی مخصوصا کسانی که شغلهای آزاد و غیر حقوق بگیر اصطلاحا هستند باید تأمین بشن اگر تأمین نشن اینها مجبورن که برای امرار معاششون از خانه خارج بشن طرف وقتی که میبینه زندگیش متوقف شده و اصطلاحا از گشنگی در واقع میاد بیرون و خب اینجا مجبوره که دست به انتخاب بزنه جمهوری اسلامی به دلیل اشتباهاتی که در طول سالیان گذشته داشته های اقتصادی کشور رو ضعیف کرد و نتوانست به حدی که در اکثر کشورهای دنیا از لحاظ اقتصادی مردم رو تأمین کردند برای در خانه ماندن مخصوصا اونهایی که نیازمند هستند و از لحاظ مالی در وضعیت بدتری هستند چون جمهوری اسلامی این کار رو نکرد به دلیل اون اولویت های دیگری که داره مثل مثلا ایده گسترش اسلام انقلابی یا همون در واقع صدور انقلاب موارد این خب طبیعتا هرگز کرونا به صورت جدی کنترل نشد و قرنطینه واقعی اتفاق نیفتاد آقای توفیقی یک گزارش های اومده مبنی بر فروش واکسن در بازار سیاه در ایران با توجه به اینکه واردات واکسن تا الان فقط از طرف دولت صورت گرفته چرا چنین پدیده ای منتشر میشه ببینید من هم این رو واقعا شنیدم و این بسیار دردناکه بجز دولت کسی واکسن وارد نکرده چون اساسا در شرایط فعلی در هیچ کجای دنیا کارخانه های داروسازی به غیر از دولت ها طرف شرکت های خصوصی فعلا نشده به خاطر اینکه واکسن کرونا تبدیل به یک کارای استراتژیک شده و دولت ها مسئولیت تهیه خرید و تزریق اون رو به گرفتن بنابراین این نشانه در واقع نفوذ این واکسن ها خروج این واکسن ها از بیمارستان از طریق شبکه های غیر مجاز و همون مافیایی که ممکنه در وزارت بهداشت شکل گرفته شده باشه خب البته این خطراتی هم داره چون واقعا به نظر نمیاد که امکان رعایت زنجیری سرد واکسن که برای مؤثر بودن واکسن لازم هستش اتفاق بیفته و از یک طرف مردم پولشون رو از دست میدن و از اون طرف هم واکسنی که به اونها اگر واقعا واکسن باشه تزریق میشه احتمالا از اون کارایی و اثر بخشی برخوردار نیست چون زنجیری انتقال سرد اون که فقط در بیمارستان ها و مراکز مجاز امکان پذیر هشتش از بین رفته از قبل بر اساس تجربه جهانی مقابل با کرونا چه روش هایی باید به کار بست تا سیاست قرنطینه کارایی بیشتری داشته باشه ببینید به نظر من مهمترین سیاستی که الان در کشورهای دیگه اعمال میشه و در ایران اعمال نمیشه بحث نظارت جدی بر اجرای پروتکل ها هست شما وقتی که یک پروتکل مینویسید تا زمانی که این توسط مردم اجرا نشه یک در واقع خطوطی هست بر روی کاغذ که هیچ اثر بخشی نمیتونه داشته باشه به با عنوان مثال رعایت این که مردم از هم فاصله داشته باشن خب این باید توسط دولت بر این نظارت بشه همین دیروز آقای زالی اعلام کرد که علیرغم اینکه مثلا شهر تهران رو به عنوان قرنطینه تعطیل کردن در واقع روز شنبه 800 هزار نفر از مترو استفاده کردن یا مثلا شما وقتی که میایید به قرنطینه اعلام میکنید یا تعطیلی اعلام میکنید و از اون ور ادارات رو باز میگذارید خب یعنی مردم برای مراجعه به این ادارات خواهند رفت پس طبیعتا این قرنطینه دیگه عملا اجرا نشده پس علاوه بر اینکه شما قرنطینه رو اعلام میکنید و تعطیل میکنید باید اون رو به صورت واقعی اجرا بکنید و مردم رو در خانه نگه دارید در غیر این صورت فقط یک کار تبلیغاتی است آقای توفیقی ماه رمضان در ایران در پیشه آیا بین روزهداری و مناسک این ماه و پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا رابطه ای وجود داره؟ ببینید من فکر می کنم بیشتر مناسک و اون حالت های خاصی که مردم به عنوان عبادت در این ماه به صورت سنتی انجام میدن ممکنه با پروتکل ها تناقض داشته باشه مردم در این ماه به صورت در واقع از قدیم الایام همین گونه بوده که مراجعات به مسجدها افزایش پیدا میکنه برای افتاری دادنها و یا برگزاری یک سری مناسک ممکن دعوتها و های اتفاق بیفته که این خودش میتونه تشدید کننده اون چرخه انتقال ویروس و مشکلاتی باشه که تا همین الان هم باهاش ما مواجه بودیم بنابراین من فکر میکنم که باید این مسئله رو خود مردم حالا که دولت متاسفانه به دلیل اختلافات به دلیل سیاست های غلط و به دلیل اینکه عملا اراده ای برای نظارت و اجرا نداره به دلیل مشکلات مالی که داره بهتر مردم خودشون در این ماه رعایت بکنند و حداقل ارتباطات رو داشته باشن در خانه بمان که بلکه بشه این زنجیری انتقال ویروس رو شکند و البته خب این نکته رو همان در پایان اضافه کنم که همه اینها تا زمانی که واکسیناسیون اتفاق نیفته متاسفانه چاره نهایی کار نیست سپاسگزارم از شما علان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس فرانسه امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید از همراهی شما سپاس گذاریم.